درود به شما همراهان اندیشمند و جویای حقیقت. پرونده اختلاسی بی سابقه در تاریخ معاصر ایران که در طی 3 سال انجام شده موضوعی نیست که فقط مدتی رسانه‌ای و فراموش بشه، چون نه تنها ارقامی بسیار نجومی داره و نزدیک به بودجه عمرانی 1 سال کل کشوره، بلکه این بار ردپای مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم در اون دیده شده. برای اینکه این دزدی بزرگ از گلوی ملت ایران مثل سایر دزدی‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی به فراموشی و حاشیه برده نشه، لازم اونو با جدیت دنبال و پیگیری کرد. مردم باید پرسشگری کنن و برای دونستن حقیقت و اسامی مقامات و مسئولین ارشد حکومت که در این دزدی بزرگ نقش داشتند، پیگیر و خواهان معرفی و مجازات مفسدین اقتصادی دولت باشن. لازمه بدونید که بنا به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تنها 10% از این فساد بزرگ در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شده، یعنی در زمانی که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه در مسند قدرت این مجموعه بود. 90% این فساد در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی روی داده و تمامی شواهد نشون میده نه تنها بسیاری از مدیران میان رده در این ماجرا دست داشتند، بلکه نام تعدادی از مقامات ارشد از جمله فرماندهان سپاه پاسداران و مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم در این اختلاس عظیم به چشم میخوره. اما این بار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نه تنها مثل گذشته با گفتن عبارت کشش ندید سعی در بستن پرونده نکرد، بلکه حتی در این مورد سکوت کرد. گویا اختلاس نزدیک 3.5 میلیارد دلار ارز از بودجه کشور موضوع پیش پا افتاده و به اندازه گیر دادن به حجاب زنان و دختران ایران اهمیت نداره. مهدی فلاحتی در برنامه صفحه آخر به این موضوع پرداخته و در این مورد جزئیات مهمی رو مطرح کرده. دزدی بی سابقه 3 میلیارد 400 میلیون دلار فقط در 3 سال از سفره مردم. در این ویدیو فلاحتی عنوان میکنه که در خرداد 1402 چطور بنا بوده واردات چای رو از سبد کالاهای اساسی حذف کنن. یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 مجموعاً معادل 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود 1 میلیارد و 472 میلیون دلار برای ماشین‌آلات و مابقی، یعنی حدود 2 میلیارد دلار برای واردات چای بوده است. اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته. این اختلاس به دنبال واگذاری ارز یارانه‌ای و دلار ارزان به یک وارد کننده خاص معادل 14 سال واردات چای صورت گرفته، در حالی که بنابر اعلام گمرک در سال گذشته واردات چای بی رویه بوده و حدود 2 برابر نیاز بازار برآورده می شود. بنابراین افزون بر مصرف کنندگان، تولید کنندگان چای هم زیان هنگفتی دیدند. از سوی دیگر این وارد کننده نه تنها قیمت هر کیلوگرم چای خارجی را حدود 6 برابر قیمت جهانی برای مصرف کنندگان محاسبه کرده، بلکه بنابر اعلام اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مقاطعی با کاهش عرضه چای به بازار باعث افزایش قیمت چای برای مصرف کننده هم شده است. محمد صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای کارخانه های چای در پاسخ به این پرسش که چگونه وزارت جهاد کشاورزی متوجه این تخلف نشده، گفت 25 آبان 1401 پارسال من گفتگوی با رسانه ها داشتم و اعلام کردم اتفاق شومی در تجارت چای در حال رخ دادن است که نتایج آن بسیار نگران کننده است و دستگاه متولی نظارتی هرچه سریعتر قبل از اینکه دیر شود به این موضوع وارد شوند. من در جایگاه رئیس سندیکا در شمال کشور وجود یک اشکال را درک کردم. چگونه است که تشکیلاتی مانند وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع پی نبرده است؟ 6 ماه پیش 10 خرداد 1402 رسانه های ایران از قول اتحادیه بنکداران چای نوشتن چای گران شده، کیفیت سابقه هم نداره و باید منتظر حذف حتی چای از سبد مصرف خانوارها باشیم.
اما در سال 99 قاسم رضاییان رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان گیلان برای اولین بار پرده از تخلف چای دبش با عنوان وارد کردن چای تاریخ مصرف گذشته و کهنه پرده برداشت که چطور چای 20 سال قبل رو از کشور خارج کرده و به عنوان چای خارجی دوباره وارد کرده. رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با تجارت نیوز با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود چای در بازار روبرو نیستیم توضیح داد به رغم اینکه کمبودی وجود نداره عرضه مناسب قیمت چای در روزهای اخیر افزایش یافت، طوری که قیمت بسته‌های نیم کیلویی از حدود 200 هزار تومان به 250 هزار تومان که یعنی هر کیلو چای خارجی حدود 100 هزار تومان گران شده است. نکته مهم دیگه در این فساد بزرگ مقامات و مدیران جمهوری اسلامی اینه که این ارز که برای واردات چای پرداخته شده معادل ارز برای تامین یک سال تجهیزات پزشکی، دارو و شیر خشک کشور بوده. سال 99 هم قاسم رضاییان رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان گیلان نامه نوشت به دادستان املش که چای دبش با خریداری چای سنواتی غیر قابل استفاده برای مصارف انسانی تولید سال 79 یعنی 20 سال پیش از زمان نوشتن این نامه، همین نامه که دارین میبینین، و انتقال آن به استان گیلان و شهرستان املش به عنوان خود به تولید چای کشور سلامت جامعه را به خطر انداخته. چای های داغون رو میگیره از تو انبار در 20 سال، یعنی سوداگری در این حد احتکار میکنه. این یه راهشه ها، راه دیگه شوالو میگم که مثلا چای درجه دو ایرانی رو که صادر میکنن این خودش هم مثلا جزو صادر کننده هست، همین چای رو میره به عنوان چای مرغوب درجه یک هندی کیلوی 14 دلار برمی‌داره میره داخل. حالا بعد از 20 سال برمی‌داره میبره املش این چایی رو به عنوان چای که نامه نوشته طرف دادستان املش رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان گیلان. خب طبیعتاً جواب که ادامه نامه رو من میخونم. گروه کشت صنعت دبش که وارد کننده عمده در بازار چای بوده در این مدت چای درجه یک هند به نام دارجیلینگ به ارزش هر کیلو 14 دلار را ثبت سفارش کرده، بهشم ارز دادن، اما چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود 2 دلار وارد کرده. از هر کیلو 12 دلار دزدیده. برای هر کیلو دزدیدن، اون یکی که نبود، برای هر کیلو 14 دلار گرفته وارد کنه، چای 2 دلاری وارد کرده به جای چای 14 دلاری فروخته. این تازه حدود 1 میلیارد دلاری است که برای مصرف 14 سال ایران وارد کرده، بقیه دلارا رو که 28500 خریده البته در یک سال، چون در مجموع بیش از 2 میلیاردش رو برای چای گرفته، بقیه دلارا رو که 28500 خریده یعنی ارز گرفته، ارز نیمایی چند فروخته تو بازار؟ بین 45 و 50 فروخته، 45000 تومان و 50000 تومان، یعنی از فروش هر تک دلاری 20000 تومان سود برده دیگه به طور متوسط، یعنی از هر 1 میلیارد دلار 300 میلیون دلار سود برده فقط از فروش این دلار، از هر 1 میلیارد دلار. اما پرونده چای دبش به حدی ابعاد گسترده‌ای داره که نشون میده تمامی نهادها و ارگانهای دولتی به نوعی پشتیبان این ماجرا بودند، از جمله صدا و سیما. اصلی ترین دستگاه تبلیغات چیه؟ سیما یا آقایون، یعنی تنها دستگاه تبلیغات تلویزیونی کشور، پای ثابت آگهی‌های چای دبش هر پنج شنبه ساعت 20:30 از شبکه 1. اما من در این برنامه باز هم تنها نیستم، آقای اکبر رحیمی مدیر عامل محترم کارخانه بزرگ چای دبش با ما هستن، اطلاعات بسیار خوبی برای شما داریم و امیدوارم تا پایان برنامه با ما باشید. بفرمایید. سلام. سلام، عرض ادب.
قربون محبت شما. خوشحالم که خدمتتون هستم و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم. خیلی خوشحالم که در این روزهای عزیز و عیاد پیشرو مهمان خانه های گرم و صمیمی چای دف مصرف کنندگان چای دف هستم. اصلا خود آقای رحیمی هم با شاگردی رفتم که پا اجرا ها این دستت بین المللی عالی است. عالی شاگردی شما خواهش می‌کنم. من خاک پای هم هستم. بدبختن ها این اصطلاح پاچه‌خواری رو مهران مدیری باب کرد. هر پنج شنبه ساعت 20:30 در برنامه زنده شب نشینی دبش این برنامه رو خواهیم داشت و قرعه کشی رو انجام خواهیم داشت. بهار و تابستان رو پشت سر گذاشتیم به لطف خدای بزرگ و مهربان. پاییز رو آغاز کردیم باز هم به لطفش. من نمیدونم سیمای آقایون یعنی مدیراش مدیر اصلیش که خامنه ایست چقدر سهیمه در این دزدی‌های چای دبش، چقدر نمیدونم. میدونم که هست و خواهم گفت، ثابت خواهم کرد در همین برنامه. هر هفته پنجشنبه 20:30 شبکه یک دست آقایون بوده، هنوزم هست. اما مالکین شرکت کشت و صنعت دبش چه کسانی هستند که تونستند از این همه رانت به مدت 3 سال به شکل نجومی استفاده کنند و ارقام کلان ارز دولتی بگیرند؟ قطعا این افراد با سران رژیم جمهوری اسلامی روابط نزدیک و تعامل اقتصادی دارند، وگرنه همکاری مدیران، مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی برای چنین دزدی بزرگی هیچ توجیهی نداره. کما اینکه این تنها شرکتی نیست که متعلق به این خانواده است. طبق نوشته وبسایت چای دبش، کسایی که این شرکت رو دارن قبل از انقلاب وارد کننده چای بودن از هندوستان و کنیا و سریلانکا. اول بابای این اکبر رحیمی که ملاحظه فرمودید مدیر عامل شرکت بود، بعد کم کم اکبر رو که مدیریت بازرگانی میگن خونده بود از دانشگاه برداشت گذاشت بر دستش، بعدم خودش کنار کشید و اکبر شد مهندس اکبر رحیمی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دبش که با جمال رحیمی این شرکت رو و 17 شرکت دیگر رو دارن اداره میکنن. این شرکت هاشونه دیگه. از طرفی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تمام قد از این مجموعه حمایت کرده بود و علاوه بر تبلیغات مداوم برای چای دبش سعی می کرد فعالیت این مجموعه رو موجه جلوه بده. اما ببینید بالاخره چطور این ماجرا افشا شد. خب همین هفته مهر 1402 یکی از رسانه های سپاه یعنی تسنیم یک مطلب مفصل منتشر کرد که همش تبلیغ چای دبش و همین آدمه. همین هنوز یه ما قبل از این سر و صداها واقعا بیشتر نگذشته بود مطلب مفصل مثلا گفتگو با اکبر رحیمی که ایشون گله میکنه چرا چایی های ما رو تو گمرک نگر داشتن، مجوز ترخیص نمیدن. همین آدم میگه، یعنی یه حرف البته تنها عرض کردم نیست، با هماهنگی با سپاه با حکومت که بابا ما نمیدونم 7 تن 7000 تن تو انبارا داریم، خب چرا ترخیص نمی کنین؟ بابا تو چای 20 سال پیش رو برمیداری میبری عملش داد ملت در میاد. این یعنی حرف مفتی که فقط برای رد گم کردنه، درست زمانی که داره همه ماجرا لو میره و از کنترل خارج میشه. یه ماه بعد از این مصاحبه و مطلب اکبر آقا رو میگیرن میبرن بازداشتگاه 2 الف سپاه. باور کنیم یعنی خیلی اوضاع آشفته میشه. میدونستن چه کار هست خود با همه شون دستشون تو همه دیگه، یکی باید ویترین باشه و اینو بزنیم. همیشه اینجوری بوده داستان بابک زنجانی یادتون نره. الان ایشون قرنطینه زندان تهران بزرگه تا جایی که بنده اطلاع دارم تا چند روز دیگه منتقل میشه به بند. حالا اینا رو بذاریم کنار ببینیم ماجرا چیه. یک روایت رسمی این است که سازمان بازرسی کل کشور این فسادو مثلا کشف کرده، گزارش کرده، بعدم الان دعوا سر اینه که کی اول این فسادو کشف کرد به سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد. حقیقت چیه؟ حقیقت این است که اینا همه کشکه.
قضیه با گزارش دادن یکی از پرسنل به حفاظت سپاه لو میره، میرن سراغ سردار محسن کاظمعینی که قضیه چیه. محسن کاظمعینی از مهر 1400 یعنی از اول دولت رئیسی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت قضایی است. از سال 98 هم معاون دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامشونه. محسن کاظمعینی که لو میره، بدیهی است که به دلیل پیوندهاش با دولت بیدر و پیکر امکان جمع کردنش نیست. به آقا میگن سر این قضیه اومده بیرون، یه دم خبردار شدن، نگیریمش قضیه بدتر میشه. آقا اذن دخول میفرمایند. سردار کاظمعینی رو میگیرن، بعدش وزیر جهاد رو برکنار میکنن، البته بلافاصله میکننش مشاور وزیر جهاد بعدی برای آبروداری و حفظ اقربا. و بعد برکناری ها و جابجایی ها دو سه نفر دیگه ادامه پیدا میکنه از پایینی ها. تازه بعد از این ماجراها همین 11 آذر 1402 سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه میده که بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال 1398 تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است. بعد همون آمارهایی رو میگه که رسانه‌ها نوشتن و شما هم شنیدین و بنده هم بخشش رو عرض کرد. مرحله اطلاعاتی که سازمان بازرسی کل کشور به کتابستان در میان رئیس دفتر بازرسی ریاست جمهوری یعنی ابراهیم رئیسی اعلام کرد که بخشی از بدهی شرکت ملی صنعت دیگر به دلیل انقضای تعهدات ارضی همینطور در دربان بکنه با دستور ابراهیم رئیسی این فساد اصابت پیدا در صورتی که همونطور که بیش از 90% این فساد در زمان ریاست جمهوری رئیسی و 10% اون بار هم در زمانی که رئیسی در این فساد شواهد نشون میده که محال رئیسی از این دوستی که در طول 3 سال اتفاق افتاده مختلف نبود. علاوه بر اون تمام افرادی که مدعی مثلا مخالف فسادن و اختلاس و دزدی بیت المال خط قرمزشونه همگی وانمود میکنن از این ماجرا خبر نداشتن، در صورتی که چنین چیزی با توجه به سمتهایی که داشته و دارن محاله. از طرفی یکی از وزرای رئیسی که نقش کلیدی در این پرونده داره، خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولته که مدعی شده این پرونده چیز جدیدی نیست و موضوع مهمی نبوده. علاوه بر اون افراد دیگه‌ای در این پرونده دست داشتند، از جمله شخصی به نام رضا دولت‌آبادی به عنوان مدیرعامل بانک ملت که به مجموعه چای دبش تسهیلات میداد. همینطور افراد دیگه‌ای که در سیستم بانکی کشور خصوصاً بانک مرکزی با حکم وزیر اقتصاد پشت پرده ی این اختلاس بزرگ بودند. سرتیپ پاسدار محمد رضا یزدی رئیس هماهنگی ستاد مبارزه با فساد در دولت رئیسی که در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی درباره این افتضاح داده چه کسیه و باز هم نام چه افرادی در این پرونده وجود داره؟ یکی دیگه شون سرتیپ پاسدار ممرضا یزدی است، از اول دولت رئیسی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است. دوم مهر 1402 ممرضا یزدی که قبلا جانشین کاظمعینی در فرماندهی سپاه محمد تهران بزرگ بود، اما کاظمعینی که گرفتنش، 96 تا 99 ممرضا یزدی فرمانده سپاه محمد بود در که الان عرض کردم رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تو دولت رئیسی، میاد در سیمای آقایون در پاسخ به سوال مجری که میپرسد تخلف یک نشان تجاری چای داخلی به کجا رسید، 2 مهر 1402 میگه با همکاری دفتر بازرسی، ببینید کیا رو میگه، همه هم دستاش، با همکاری دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور این موضوع پیگیری شد. نزدیک به 2,300,000,000 دلار برای این نشان تجاری تخصیص داده شده بود و تنها بخشی از این مبلغ برای واردات هزینه شد. در این پرونده یک ممنوع خروجی برای مدیران شرکت ایجاد شده و پس از نهایی شدن مستندات بازداشت صورت میگیرد. متاسفانه بخشی از ارز دریافت شده بیرون از کشور است، مثل که 1,200,000 بوده، بخشی از ارز دریافت شده بیرون از کشور است، اما از عدم خروج مظنون‌های این فساد اطمینان حاصل شده است. میگه بخشی از ارزا رفت، یه صریح میگه دیگه، میگه از الان دارم میگم بخشش رفت.
خود این سرداری یزدیکیه عرض کردم جانشین کاظم‌عینی بود در سپاه محمد. کاظم‌عینی معاون وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت قضایی کسی است که با بازداشت بود درس کردن این فساد 3.5 میلیارد تومانی شروع شد. محمدرضا یزدی آبان 1400 با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب شد. بر اساس دفاعیات متهمان پرونده‌های فساد نفتی این سردار سپاه پاسداران به واسطه حمید فلاح هروی در سال 88 با بابک زنجانی آشنا شد. حمید فلاح هروی از کارکنان سابق یک نهاد امنیتی بود که در پرونده فساد نفتی متهم ردیف سوم شناخته شد و به تحمل 20 سال حبس محکوم شد و قبول. نام محمدرضا یزدی در کیفرخواست بابک زنجانی هم آمده است. در کیفرخواست از او با عنوان اختصاری آقای یه نام برده شده و در هر دو مورد از اتهامات آقای ب یعنی بابک زنجانی به محمد رضا یزدی اشاره شده است. کلاهبرداری از بانک FIIB و جعل حواله بانکی به نام یه محمد رضا یزدی. با این حال در دادگاه به چگونگی روابط این دو اشاره نشد و مقامات قضایی هم هیچ گونه اطلاع رسانی در این مورد انجام ندادند. تمام اطلاعات که به دست آمده از میزان مشارکت محمدرضا یزدی در ماجرای فروش نفت به اشارات گذرای متهمان محدود شده و میتوان نتیجه گرفت که محمدرضا یزدی در حلقه امنیتی مجموعه بابک زنجانی حضور داشته است. خب این سردار 96 تا 99 فرمانده سپاه محمد بود که از سال 1387 از ادغام لشکر محمد رسول الله و نیروی مقاومت بسیج تهران بزرگ تشکیل شد. نقش مهمی در سرکوب 88 داشت و تابع دستور مستقیم خامنه‌ای و پسرش مجتبی بود. این دیگه از روشن‌ترین چیزهایی است که از زمانی که کروبی افشا کرد تا امروز اسنادش بارها و بارها فایل‌های صوتیش. سپاه محمد در سالهای بعد هم که مسئول به قول خودشون امنیت تهران بزرگ تا امروز دیگه میدونین دیگه جنایتی کردن در سالهای بعد 96 97 98 99 1401 فرمانده فساد و فاسد و پرونده دار این سپاه در دولت رئیسی از اول می شود رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد. اصلا هم خبر نداشت از این فساد 3.5 میلیارد دلاری. هرچند که وظیفه مستقیمش بوده، یعنی وظیفه اداری مستقیمش بوده. خود دولت میگه ما 20 نفر رو گذاشتیم کنار در ارتباط با همین فساد، چون مثلا گفته بوده ما 60 نفر رو گذاشتیم کنار. مثل همه حرفاشون دروغ. تازه که چی؟ حالا گیرم باشه که چی؟ حتی اینایی رو که من گفتم هنوز کسی کنار نذاشته، هنوز کسی اصلا سوال ازشون نکرده. پاسخگو، دولت پاسخگو. اصلا کنار گذاشتن یعنی چی؟ خودت باید بذاری کنار که رئیس همه اینا بود یا هستی، برای رئیس خودت رهبر معظم باید بذاری کنار که ولی فقیه و هماهنگ کننده همه شما هست طبق قانونتون و عملاً. تنها یک نفر رو تا امروز کنار گذاشتن و یه نفر رو گرفتن، سردار کاظم‌عینی رو که گفتم که گرفتن. جواد ساداتی نژاد رو که از اول دولت رئیسی تا آخر فروردین 1402 وزیر جهاد کشاورزی بود گذاشتن کنار. میگه سر همین فساد. حالا مردم هم که نباید بدونن واقعا حقیقتا سر چی. جواد ساداتی نژاد یه بار سال 90 در دوره احمدی نژاد شد معاون وزارت علوم، بعد دو دوره مجلس تا 1400 شد نمایندهشون و رئیس فراکسیون آب مجلس، با رئیس جمهور شدن سید محرومان شد وزیر جهاد کشاورزی. ساداتی نژاد رو وقتی از دولت کنار میذارن شایع میشه که بازداشتش کردن. سخنگوی دولت محرومان میگه اصلا چیزی نیست، این حرفا اصلا بده. آقای دکتر ساداتی نژاد استعفا دادن،
استعفاشون مورد پذیرش قرار گرفت، جایگزینشون هم از بین معاونین خودشون در مجموعه وزارت جهاد انتخاب شد که الان یعنی سرپرستی که انتخاب شده مقصودم هست. هیچ مسئله‌ای، حالا اینو من پیشنهاد کنم سخنگوی قوه قضاییه اگه نیازه بخونید، هیچ مسئله‌ای ناظر به این مسائل نیست. خوب نیست یه مقدار این حاشیه سازی ها. حتما از ظرفیت آقای دکتر صادق‌نژاد و آقای دکتر میرکاظمی هم در دولت استفاده می‌شود، توافقاتی هم در این زمینه صورت گرفته است. بله، اصلا مشکلی نبوده با این آقا. رسانه‌ها همون موقع بی‌خبر از همه این حق بازی های داخل دولت شفاف محرومان، رسانه ها نوشتن آخرین موج انتقادها به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دوره ساداتی نژاد به مدیریت نکردن درست در ساماندهی وضعیت برنج و حجم بالای گلایه کشاورزان برمیگردد، که همین موضوع باعث شد در اسفند ماه سال گذشته استیضاح او با 12 امضا در مجلس کلید بخورد. اصلا هیچ صحبتی از نشد اون موقع از انحصار چای و آنچه امروز لو رفته و اینا. تمام وزرایی که در این 3 سال در رأس وزارت بودند همگی کسانی بودند که ردشون به حسین طائب میرسه. نکته اینه که چه کسی واقعا پشت تمام انتصابات و اصلهای دولت رئیسیه؟ وزیران صنعت، معدن، تجارت کیا بودند؟ در این 3 سال رضا رحمانی از آبان 97 تا اردیبهشت 99 وزیر سمت بود، یعنی در سال اول اختصاص این عرض. علیرضا رزم حسینی از مهر 99 تا شهریور 1400 وزیر صنعت، معدن، تجارت بوده و باید اختصاص عرض نیمایی رو تایید می‌کرده. رضا فاطمی امین از اول دولت رئیسی، یعنی عملا از شهریور 1400 تا اردیبهشت 1402 وزیر سمت بوده. چه کسی اینا رو منصوب میکرده؟ ظاهرش این است که رئیسی، رئیس جمهور، با پیشنهاد محمد مخبر، معاون اولش و غلام حسین اسماعیلی، رئیس دفترش. حقیقت اما پشت همین ظاهر پنهانه. فردی هست الان دیگه 37 سالش شده به اسم مهدی مهدوی قوچانی، معروف به مهدی مجاهد، که تا این اواخر همه ازل و نصبهای به ویژه دولت رئیسی رو تا معاونای وزیر و دفاتر مربوط به ریاست جمهوری و حتی استاندار و فرماندار رو تعیین میکرد. قبلا این آدم رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق بود و از همدوره‌های میثم مطیعی، حجت عبدالملکی و احسان خاندوزی که الان وزیر اقتصاد دولت رئیسیه. مهدی چوپانی معروف به مجاهد، مدیر کل سابق حوزه ریاست حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، قبل از حضور در دفتر رئیس جمهور رئیسی به عنوان معاون پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس قوه قضاییه با ابراهیم رئیسی همکاری میکرد. این بار اما تنها عنوان حقوقی نهاد مطبوعش تغییر کرد، به جای قوه قضاییه قوه مجریه شد محل خدمتش. معاون پیگیری های ویژه دفتر قوه قضاییه بود چون رئیس جمهور. ایران گیت نوشته است این عنوان که توسط حسین طائب، رئیس سابق چوپانی که امین و عزیز طائب بود، صرفاً برای پیش برد اهداف طائب ابتدا در قوه قضاییه به منظور توسعه قدرت و نفوذ سازمان اطلاعات سپاه به جهت بالا برد سطح اقتدار و برتری این نهاد امنیتی خلق شد، ادامه پیدا کرد، رفت در ریاست جمهوری. وقتی در تابستان 1401 حسین طائب را از سازمان اطلاعات سپاه برداشتن، کردنش مشاور فرمانده کل سپاه، مهدی مجاهد رو هم از ریاست جمهوری به حفاظت اطلاعات سپاه منتقل کردن، بالاخره شهریور 1401. اما تمام این انتصابهای مفسد آمیز به قول علما با هدایت حسین طائب، سر نختص حسین طائب و با نفوذ و اجرای مهدی مجاهد در دولت رئیسی از اول دولتش انجام شد.
در نهایت رأس این هرم فساد در جمهوری اسلامی چه کسیه؟ اینجا ما با حسین طائب مهره خامنه‌ای پدر و پسر مواجهیم. رئیس طائب خامنه‌ای است. اینا کسایی هستند که مسئول مستقیم دزدی 3 ساله 3,400,000,000 دلاری از سفره مردم هستند. افزون بر اینا کسایی که وظیفه نظارت و بررسی داشتن از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، رصدکننده های سیستم بانکی، از جمله بانک ملت، بانک توسعه تجارت، بانک مرکزی، آدمایی که در دولت رئیسی مسئولن، از خود رئیسی و معاونش مخبر گرفته تا اسماعیلی رئیس دفترش و این مهدی مجاهد مسئول پیگیری های ویژه ریاست جمهوری گرفته حفاظت اطلاعات سپاه دوباره، و از همه مسئولتر خود خامنه ای که گزارش انتصاب‌های دولت و گزارش اقلام بحران زده بازار با جزئیات براش میره، مخصوصا که خودش چای دبش میخوره. 3.5 سال هیچ غلطی هیچ کدومشون نکردن. حالا که گوشه‌ای از این ماجرا لو رفته، هر کدوم میگن اول من گفتم. همه افتخار تبدیل شده به اینکه اول کی گفت اینجا خرابه. علت خرابی، راه آباد کردن هیچ کدوم در فکر و فرهنگ این آخونده نیست. خامنه ای همین اواخر بود که خیلی عادی انگار مگس داره میپرونه مثل خمینی، خیلی عادی و خونسرد گفت ما فساد ساختاری، به قول خودش فساد سیستمی نداریم. اینجور نیست که فساد سیستمی باشه، فساد موردی است. این فساد های موردی رو میشود علاج کرد. انکار یک سم کشنده یا از جهل مطلقه، یا خودت اون سم رو تهیه کردی میخوای دیگران نفهمن کشنده است، به کلی انکارش میکنی. بعید میدونم کسی باشه که حرفای خامنه ای رو از جهل مطلق بدونه. ایشون تجاهل میفرمایند، وگرنه باید به آلودگی خودش قبل از همه اعتراف کنه. با سپاس از همراهی شما، لطفاً با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید.